2 فوریه مصادف با 13 بهمن گرامی داشت روز جهانی تالاب. دو فوریه برابر با 13 بهمن ماه روز جهانی تالاب ها نامگذاری شده است. در چنین روزی در سال 1971 میلادی برابر با 1349 خورشیدی و در شهر رامسر ایران معاهده جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها به تصویب رسید که به کنوانسیون رامسر مشهور شد. این معاهده 158 کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می‌نماید و بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالاب‌ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تاکید دارد. متداول‌ترین تعریف از تالاب تعریفی است که کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها عنوان نموده است. مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن، زاری، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، اعم از دائمی یا موقت که در آن آبهای شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت می شود. تالاب ها از جمله مولدترین محیط های جهان هستند. این اکوسیستم ها گهواره های تنوع زیستی دنیا هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند. برای مثال، برنج یکی از محصولات رایج تالابی غذای نیمی از جمعیت جهان را تأمین می کند و از بین 20 هزار گونه مختلف ماهی در سطح جهان بیش از 40% آنها در آبهای شیرین زندگی می کنند. از فواید دیگر تالاب‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ذخیره‌سازی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش خاک، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول و حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری. مهمترین تالاب‌های جهان عبارتند از مرداب پانتانال، ساندرا بانز، دلتای اوکاوانگو، زمین‌های باتلاقی اورگلدز، مرداب‌های کرالا، پارک ملی کاکادو، دلتای مکونگ، پارک تالاب اسیمانگالیسو، پارک ملی واسور، کامارگو. از 42 نوع تالاب مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح جهان، 41 نوع در کشور ایران یافت می‌شوند و این موضوع به تنوع زیستی تالاب‌ها در ایران دلالت دارد. وسعت تالاب‌های ایران بین کمتر از چند هکتار تا بیش از 500 هزار هکتار در نوسان است. در این میان بیش از 84 تالاب با اهمیت بین‌المللی شناسایی شده است که از بین آنها تا کنون 33 تالاب در قالب 25 عنوان با مساحت کل 1,488,624 هکتار به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون گردیدند. ایران با دارا بودن 3% از تالاب‌های جهان در مجموع 2800 تالاب در خود جای داده که از این تعداد 94 عدد از آن شناخته شده و 25 تالاب از آن به عنوان تالاب بین‌المللی به ثبت رسیده است. تعدادی از تالاب‌های مهم ایران عبارتند از تالاب‌های آلاگل، آلماگل، آجیگل، تالاب امیرکلایه، مجموعه تالاب انزلی، آب‌بندهای فریدون کنار، ازباران و سرخ رود، تالاب گاوخونی، هامون صابری و هامون هیرمند، دریاچه ارومیه، تالاب شادگان، خورالامیه و خور موسا. مشکلات تالاب‌ها متأسفانه مانند سایر مشکلات محیط زیستی، تالاب‌ها نیز از بحران در امان نماندند و تالاب‌های جهان دچار بحران تشنگی 3% می باشند. اما در ایران علاوه بر آن، نبود مدیریت جامع و صحیح مهمترین عامل بروز مشکل برای تالاب‌ها است. 70% تالاب‌های کشور ایران با خطر جدی خشکسالی مواجه هستند که عمده این تالاب‌ها در استان فارس قرار دارد، به گونه‌ای که از 14 تالاب استان فارس 12 عدد آن خشک شده و نابودی آنها علاوه بر تهدید زندگی جانوران مرتبط با آنها، سهم بسزایی در افزایش ریزگردها نیز داشته است. و خشک شدن تالاب‌های گاوخونی، دریاچه ارومیه و بختگان، هامون جازموریان، تالاب شادگان و بسیاری از تالاب‌های دیگر از این دست می‌باشند. مشکلات اشاره شده
بخش کوچکی از بحران را نمایان می‌کند و در واقع جنبه‌های بروزیافته از یک سری از موانع ریشه‌ای مدیریت خردمندانه تالاب‌ها در کشور می‌باشند و از جمله مثال‌های بارز پروژه‌های غیر کارشناسی شده در خصوص عدم مدیریت صحیح تالاب‌ها می‌توان به گسترش کشاورزی در حاشیه تالاب انزلی، مزارع پرورش ماهی در داخل پارک ملی و رامسر، سایت بوجاق کیاشهر، توسعه بندر نفتی امیرآباد در جوار تالاب میانکاله و لپوزاق مرز، عبور جاده میانگذر دریاچه ارومیه و کنارگذر انزلی، پروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان، پروژه استخراج نفت دشت آزادگان که تالاب هورالعظیم را با چالش مواجه ساخته است، توسعه پارس جنوبی در کنار پارک ملی خلیج نایبند، انتقال آب در تالاب هشیلان کرمانشاه، توسعه کشت و صنعت‌های نیشکر در بالادست تالاب شادگان و انواع سدسازی‌ها و انتقال آب بین حوضه‌ای که به جرأت می‌توان گفت که بیشترین تأثیر را در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تالاب‌های کشور داشته‌اند اشاره نمود. من بچه بندر انزلی هستم. دوستان باورتون میشه قبلا اینجا تالاب بود؟ می‌بینیم به چه روزی افتاده؟ دوستان قبلا ما میمدیم اینجا شنا میکردیم، ماهیگیری میکردیم، حتی بعضی وقتا تشنه می نمیشد باور کنی اصلا این آب میخوردیم. میبینیم به چی روزی افتاده تالاب بندر انزلی؟ تالاب انزلی 350 کیلومتر، اگه تا چند سال دیگه پیگیری نکنم باور کنید کل تالاب به این روز میفته. واقعا جای تاسف داره. مطابق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. و در هدف 15 از سند 20 یونسکو، تضمین، احیا و استفاده پایدار از تالاب‌ها تا سال 2030 و در راستای الزامات توافق‌های بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی با عدم امضای آن و همچنین عدم تعهد به اصل 50 قانون اساسی کمر به نابودی تالاب‌ها بسته است. احیای تالاب‌ها تنها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست. محیط زیست می‌تواند مطالبه‌گر احیای تالاب‌ها باشد، ولی می‌بایست وزارت نیرو، جهات کشاورزی و سایر مصرف کنندگان آب رفتار خود در مدیریت منابع آب را اصلاح کنند تا تالاب‌ها دوباره احیا شوند. در غیر این صورت تالاب‌ها را از دست خواهیم داد و به طور قطع با مرگ تالاب‌ها تمامی حوزه‌ها و انسان‌ها، نباتات و حیات وحش نیز از بین خواهند رفت و این تهدیدی جدی برای کشور به شمار می‌رود. ایران با توجه به پیشینه بسیار غنی تاریخی خود در همزیستی با طبیعت و سازگاری با محدودیت‌های اقلیمی، اعتقادات دینی بسیار غنی همه ادیان موجود در کشور، در خصوص احترام به مظاهر خلقت، وجود منابع نفت و گاز فراوان که می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت چوب باشد، وجود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متعدد در کشور که پشتوانه نرم افزاری لازم برای استقرار رویکردهای جدید و دانش محور را فراهم می کند، عضویت کشور در سازمان های تخصصی بین المللی مرتبط با تالاب، به ویژه کنوانسیون رامسر و وجود حساسیت زیاد نسبت به حفظ تالاب ها در بین مردم، به ویژه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و پیگیری جدی مسائل تالاب های کشور توسط اقشار مختلف مردم، می تواند تغییر روندهای منفی موجود در محیط‌های تالابی را کاهش و با اعمال رویکردهای خردمندانه و سازگار با محیط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی تالاب‌های کشور را از نابودی بیشتر محفوظ نگاه دارد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.